کسی که افتاده دنبال سنم چه جور مافیاییه؟ من چه میدونم مافیا چیه های سون جون؟ اینا تنها موضوعی که من ازشون خبر ندارم، فقط یه چیزی شنیدم، میخوان به محلمون حمله کنن، عثمانو کتک بزنن. آره اینو میدونم، آره طرف پول داره، اونم میدونم. آها راستی بعد جوری عاشق سنمه. وای سنمو ببین، همه رو عاشق خودش میکنه، فقط مافیا رو کم داشت. آیسون این عشقه، اینجوری نگو، آدمو دیوونه میکنه. یه کاری میکنه که آدمو کار و زندگیشون رو ول میکنن، میان تو مغازه لباس زیر فروشی که شورت و سوتیان تا کنن، فقط واسه این که بتونم به طرفشون نزدیک بشه. تو چی داری میگی احسان؟ اوها با اجازه. آقا احسان چی داری میگی ها؟ دقیقاً چی داری میگی؟ یه جوری بگو منم بشنوم. خوش اومدی مظفر. ممنون. منم داشتم میرفتم، باید قراردادهای اجاره رو دوباره بنویسم. کارای اینجا رو تموم میکنم، یه قرارداد میبندم بدون اجاره، رهن کامل، بدون غلط املایی پرش میکنم، بعد تقدیم میکنم. آره بسپرینش به من. فقط من پول خورد ندارم. یه 200 لیر به ما بدین واسه هزینه های کارهای دفتر خونه. دمتون داریم 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 داریم. این چه کاریه مامان؟ مگه میشه 200 لیر خیلی زیاده مامان، یه پول کامل پول خورد نیست که. قسم میخورم داره کلاهبرداری میکنه مامان، بهت گفته باشم. اینو بگی خیلی بهت میاد. من سر و صورت این یارو داغون میکنم. حالا میبینی به خدا انقدر میزنم که سرای بود بدی، انقدر میزنم که نابود شم و پودر پروتئین ندارم، پروتئینم کمه. بشین. بله امره خان، چرا به من زنگ میزنی؟ نمیخوام صداتون رو بشنوم. دیدی چه بلایی سرمون آوردی؟ ها؟ دیدی بدون اطلاع من با داداشم حرف زدی چی شد؟ دیدی شما قصر در رفتین. ها تو اصلا داداشمو نمیشناسی. هم من هم تو بدبخت شدیم. در مورد جاسوس و موضوع مجوز عکاسی یک کلمه هم حرف نمیزنی. وگرنه؟ وگرنه چی؟ اگه این کارو بکنی دیگه هیچ راه برگشتی نداری. بذارین خودم تصمیم بگیرم. از بیکاری برات کیک درست کردم. آه. محبوبه پس همیشه بیکار باش عزیزم. از سنم خبر نداری؟ آه نه، به لیلا زنگ زدم جواب نداد، گفتم بعدا باش تماس میگیرم. حتما از دست جان ناراحت شده. نهاد نکنه باز دوباره یارو رو بوسیده. نه بابا محبوبه. نهاد اگه جان اونو بوسیده باشه چی؟ ای بابا این قضیه بوسیدن از کجا آوردی محبوبه؟ بوسیدنی در کاری است؟ چرا اینقدر به بوسیدن گیر دادی؟ من بابای دو تا دخترم، ذهن منو درگیر اینجوری چیزا نکن، عصبانی میشم اون آژانس رو میبندم. ای بابا باشه نهاد جونم باشه، عصبانی نشو باشه. ای بابا اونجا چه خبره فکر میکنی؟ آیسون داره به ما نگاه میکنه، به سمیرا یه چیزایی میگه. سمیرا هم هی میگه وای 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 وای. یعنی چی؟ نه 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 نه، داره میگه ببین ببین دوباره محبوبه برای نهادخان کیک درست کرده، برای ما نیورده، حتما دلشون خواسته. برو ببین دلش کیک میخواد. خیر باشه سمیرا خانم، چرا ما رو نگاه میکنی و میزنی رو دسته؟ نه بابا محبوبه چیز، تو مغازه منتظرتم، بیا اونجا. تو خونه داره یه اتفاقاتی میفته، تو محله هم داره یه اتفاقاتی میفته، سرم هم داره گیج میره. آخه چه خبره؟ اوف. خیلی خب همونطور که آقای جان گفتن مشتریمون یه تبلیغ ماجراجویانه میخواد. خیلی خب الان ایدهاتونو به من بگین لطفا. ماشینو توی مسیر کوهستانی در نظر بگیریم، مثلا داره از کوه میره بالا. نه خیلی معمولیه. دیگه چه ایده‌ای دارین؟ بله جی جی. این که ماشین توی مسیر کوهستانی باشه و از کوه هم بره بالا خوبه، فقط یه چیزی میخوام اضافه کنم. ماشین که از راه کوهستانی از کوه داره میره بالا، یهو از دره پرتاب میشه پایین. سرنشینام توی ماشین بمونن، بعدش هم حیوانای وحشی بیان و سعی کنن که سرنشینای ماشینو بخورن. با جلوه های ویژه میشه حیوانای وحشی اونجا نشون بدیم. صداش هم از تو فیلم برمی‌داریم اینجوری آه 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 آه. با اینجور صداها نزدیک بشن. تازه اینجوری میتونیم که امنیت ماشینو در اولویت بالاتری قرار بدیم. به نظرم که نظر مشتری رو جلب می‌کنیم. این طرحو به مشتری ارائه بدیم خیلی خوبه. بله ماشین رو از دره بندازیم پایین، تصادف بشه، خیلی فکر خوبیه. عالی جی جی. صدای حیوانه رو هم اینجوری اضافه میکنیم به تبلیغمون. یعنی میگی خیلی راحت شرکت رو ورشکسته کنیم؟ آره آخه چرا مزخرف میگی تو؟ آه ایده دیگه ای نداری؟
ده خانم، من میگم از ورزشکارای ورزشای سنگین استفاده کنیم، اونا هر روز یه دیوونگی جدید انجام میدن، مگه نه؟ آره این فکر خوبیه، اما خیلی مهمه که بدونیم چجوری میتونیم به یه موضوعی ربطش بدیم. سلام، تو برای این جلسه ایده فوق‌العاده‌ای نداری که ما رو متعجب کنی عزیزم؟ سلام، با تو هم. سلام، با تو هم. بله. میگم کارآموزیت داره تموم میشه، اگه میخوای تو این آژانس نویسنده بشی حداقل باید تو جلسه خوب گوش کنی و ببینی بقیه چی میگن. ببخشید، حق با شماست. امروز همه بیحالن، نمیفهمم چرا. چی کار کنیم؟ یه دقیقه استراحت بدیم، بریم یه قهوه چیزی بخوریم ها، بعدش دوباره همینجا همدیگر رو میبینیم، نظرت چیه؟ خوبه. نمیشه، هیچ کس از جاش تکون نمیخوره. نظرم عوض شد، چون اینطوری خیلی پراکنده میشیم، اصلا لازم نیست این کارو میکنیم. همه ایدهاتونو بنویسین، بعدش اینجا با هم حرف میزنیم. خب اینجوری بهتره. سلام، دوست داری برامون قهوه بیاری؟ چون به هر حال تو به حرفامون گوش نمیدی. باشه میارم. منم میرم کمکش. تو بشین جی جی، تو روی ایدهات کار کن، بالاخره کارآموزی دیگه. ادامه بدیم. وای، چرا خواهر نویسنده یه خوشگل من تو جلسه نیست؟ آخه درن خانم، دید آقای جان چیزی نمیگه، منو برگردون سر کار قبلیم، دارم قهوه درست میکنم. عجب هرس دراریه ها. ولش کن آبجی جون، اصلا بهشون فکر نکن. باشه، بذار هرچی میخوان بگن، از این گوشتر از اون گوشتر. باشه. شنیدی اهل محل در مورد سنم چی میگن؟ ساکت باش دارن نگاه. روز بخیر. روز بخیر. عجیبه ها، یه چیزی شده تو محل. آخه یعنی چی؟ بهتره برم با ملاحت صحبت کنم. آخه ما که مطمئن نیستیم موضوع در مورد ماست محبوبه. خسته نباشی. آیهان، چی شده؟ چی شده؟ چه خبر شده تو محل؟ خبر داری؟ منم نمیدونم، دارن چرت و پرت میگن، میگن سنم ناراحته، افسرده شده و این چیزا. سنمو میگن؟ راست میگن، سنم ناراحت، افسرده هم شده. آره. یعنی چی؟ مگه چی شده؟ ای بابا، دخترم، ما هنوز خودمون نمیدونیم چی شده. اهل محل چی میگن؟ ای بابا، حتما دیدن ناراحت، اخمش تو همه، برای همین برای خودشون دارن میگن افسرده شده. مگه چی شده؟ سنم چه شده؟ آقای جان، قهوه‌تون. جلسه تمام شد. این پرونده باید بره برای چاپ. چشم آقای جان. جان ببینم کجا داری میری؟ حوصله‌ام سر رفته، میرم غذا بخورم. خیلی خوب، پس با هم بریم غذا بخوریم. باش، بیرون منتظرت. باشه. سلام جون، دستت درد نکنه. آیهان چی شد دختر؟ چی شد؟ عثمان فرار کرده؟ کجا فرار کنه؟ وای، مگه تو خبر نداری؟ قراره بیان عثمانو بزنن. کی میخواد بیاد؟ کی میخواد داداش منو بزنه ای بابا؟ مافیاها. یه نفر که عاشق سنم شده، یارو اسلحه داره، یه آدم خطرناکه. وقتی فهمیده سنم قبلا با عثمان نامزد کرده، گفت میرم عثمانو میکشم. طرف زندانم رفته. تو رو خدا برو به داداشت بگو مغازه رو ببنده، فرار کنه، بره خودشو نجات بده. زود باش دختر. کی چه مافیایی؟ کجا میخواد فرار کنه؟ من دارم یه سر بزنم به داداشم. بده دختر. اگه کمک لازم داشتی به من بگو بیام. خانم مراقب باشی، حالتون خوبه؟ داشتم میافتادم. حالتون خوبه؟ خوبم ممنونم. Thank you.
خیلی ممنون. مراد اومد، مدیر شرکت یرت. خوش اومدی، خیر باشه. چه خبر جان؟ باید با هم حرف بزنیم، بریم تو؟ بفرمایید. درن؟ زود باش جواب بده، جواب بده تو رو خود. آیان! داداش! داداش کجایی آخه تو؟ کجا باید باشم؟ یه کار کوچیک داشتم، چرا نگرانی؟ راستشو بگو، کسی تهدیدت کرده؟ یه چند لحظه پیش یه مشتری منو تهدید کرد. چی گفت؟ کی بود؟ گفت اگه از این بعد گوشت گرون بفروشی به جای گوش گیاهخوار میشه. داداش تو داری منو مسخره میکنی؟ من از ترس داره دست و پام میلرزه، اون وقت تو منو دست میندازی آخه؟ من که هیچی نمیفهمم، کی میخواد منو تهدید کنه؟ به سنمم زنگ میزنم جواب نمیده، منم نمیفهمم. به من یه لیوان آب بده، به خدا حالم خیلی بده، یه لیوان آب بده تا برات تعریف کنم چی شده. باشه بیا. اوف، وقتی پیدات نکردم دیوونه شدم بابا. بله آیلین. عشقم در چه حالی؟ من تو خونه از احوالات شرکت بیخبر موندم، کلافه شدم. بگو ببینم چه خبره. جان چطوره؟ آروم شد؟ درن چی؟ حتما داری جیغ جیغ میکنه. درم واسه اونم تنگ شده. آیلین خیلی عجله دارم. مراد خان مدیر شرکت یرته اومده، میخوان قرارداد رو امضا کنن. باید قرارداد رو حاضر کنم. عالی. آره اینجوری جانم متوجه میشه که بزرگترین مشتری شرکتشون رو تو جور کردی عزیزم. شاید به واسطه این رابطه‌مونم خوب بشه. عشقم ول کن، هنوزم میخوای خودتو بهش ثابت کنی. حتی از دست منم ناراحت بود چون در مورد انگشت بهش دروغ گفتم. یعنی فکر کنم که تو رو عمرن ببخشه، بی خودی امیدوار نباش. آیلین عجله دارم. باشه بعد. باشه عشقم. پس بعد از اینکه با مراد حرف زدین به منم زنگ بزنی. مراد مطمئنی چیزی نمیخوای بخوری؟ اینجوری خشک و خالی حرف بزنیم، لااقل یه نوشیدنی بخور. مطمئنم. آره بگم یه چای بابونه یه چیزی بیارن. عصبی هستی انگار از یه چیزی ناراحتی؟ نه ممنون. باشه پس بگو، گوشم با توه. جان تو خیلی وقت دوست منی. درسته؟ خودت میدونی که چقدر سختی کشیدم تا تونستم رئیس اون شرکت بشم. سالها ماموریت انجام دادم برای اینکه بتونم بالا سر اون شرکت باشم. میدونم میدونم مرا داره. به بهانه دوستیمو مجبورم نکردی کارهای تبلیغاتی شما رو انجام بدم. روند کار همیشه همین بوده، بابات هم همینجوری بوده. آره هنوزم همونجوریه، یعنی چیزی عوض نشده. یه جوری حرف میزنی که انگار یه مشکلی پیش اومده. سلام، من امرت دیوید هستم، برادر جان. مراد هستم. جان دوست دبیرستانیمه. چطی؟ چطور شما رو قبلا ندیده بودم؟ سلام. سلام. حتما برای امضای قرارداد اومدین، بفرمایید. بله قرار بود با شما قرارداد ببندیم، اما معلوم شد مدیر یکی از بخشامون رشوه گرفته. یکی از شرکتایی که بهش رشوه داده شما هستی. ها؟ چطور؟ چی؟ چی داری میگی؟ من اون یارو رو که میگی و نمیشناسم. بیارش با من رو بروش کن، همچین چیزی نشده. طرف دیشب همه چی جمع کرده، فلنگو بسته رفته، یه نامه اعتراف هم نوشته. تو لیست رشوه ها شرکت شما هم هستش. مراد مگه همچین چیزی میشه؟ تو مگه شرکت ها رو نمیشناسی؟ ما با رشوه مشوه چی کار داریم؟ مگه میشه؟ 100% مطمئنم اینطوری نیست. حتی مقدار رشوه‌ای که گرفتم میدونیم. این همه سال با هم دوستیم، باورم نشد. برای همین خواستم بیام با خودت صحبت کنم. این قضیه رشوه خیلی من اذیت کرده. مراد من نمیدونم چی بگید بگم. خبر ندارم. از همه این چیزایی که گفتی خبر ندارم. بررسی میکنم. باشه؟ باشه. پس تا بعد.
کار توه؟ آره. الو آیا، الان نمیتونم برای توضیح بدم چه اتفاقی افتاده. وقتی برگشتم تعریف میکنم. چه مافیایی؟ دنبال کیان؟ سراغ کیا میگیرن؟ من اصلا نمیفهمم چی میگی. هر وقت اومدم با هم حرف میزنیم میبینمت. سلام چیزه، من یه سری برگه با خودم آوردم برای چا. جان کجاست؟ جان نیومده. پس چرا تو اومدی؟ من میگفتم میاوردن این همه رو، واسه چی اومدی ها؟ آقای جان منو فرستاد، منم آوردم. سلام، تو خوبی؟ گریه کردی ها؟ چی شده؟ چیزی نیست، من سب کمینم. واسه یه لحظه واسه جایی نرو، نمیذارم اینجوری جایی بری، صدا در میلرزه. بیا یه چایی با هم بخوریم بعدش برو، باشه؟ بیا بشین. ببین تو رو خدا، ببین تو رو خدا، هنوزم چیزایی که شنیدم و باور نمی کنم. تو پول یه شرکت رو که باید بدهی باش پرداخت می کردیم و از حساب شرکت برداشتی و بردی رشوه دادی؟ داداشو بهت هشدار دادم، گفتم خیلی پول خرج می کنی، گفتم سودمون کم شده، گوش کردی؟ به همین خاطر به این روز افتادیم؟ چون سود شرکتمون پایینه؟ یا به خاطر طمع و حیله گری تو؟ رشوه چی ها؟ رشوه یعنی چی؟ چه آدم کثیفی شدی؟ عمره خان الان وقت ندارن. بله، اونو هفته ی آینده میتونیم پرداخت کنیم. میدونم، اما این هفته امکانش نیست. باشه، حتما بهشون اطلاع میدم. باشه، خدا نگهدار. آیی، من باید برم پیش عمره خانم و بعد جوری دارن دعوا میکنن، چیکار کنیم؟ برم جداشون کنم ها؟ چرت و پرت نگو، مگه میشه؟ یعنی به جای اینکه بری اونا رو از هم دیگه جدا کنی، بهتره بری واقع وحش جلوی شیر دراز بکشی، بگی منو بخور، بگی شیر عزیز بیا منو بخور، یعنی تا این حد. چی شده؟ زهره ترش جران خانم، بعد جوری دارن دعوا میکنن، سر هم داد میزنن، اما متوجه نمیشم چی دارن میگن. بله، من لبخونی بلدم، سعی میکنم بفهمم چی میگن. کلاس لبخونی قبلا رفته بودم، متوجه اینکه میفهمین چه جوری کار. خب حالا چی میگن؟ بس ببینم. عمره خان با آقای جا میگه که عمره خان داره میگه که خیلی دوستت دارم، تو داداش یکی دونه ای منی. آقای جانم الان جواب میده که آقای جانم به عمره خان میگه که منم تو رو خیلی دوست دارم، خدا بگم چی کارت کنه، خیلی دوستت دارم. احساسی شدم، حتما یکم دیگه هم همدیگه رو بغل میکنن. اینجوری احساس میکنم، یعنی ممکنه که اینجوری بشه. به هر حال دیگه شاید هم اشتباه فهمیده باشم، شاید هم دوست دارم موضوع این بحث باشه. چی بگم؟ شاید هم اینطوری نباشه. نکنه میخوان همدیگه رو اخراج کنن ها؟ نظرتون چیه؟ اینجوری باشه خیلی مسخره است دیگه، چون جفتشون رئیس هم، یعنی همینجوری. به نظر من شاید در مورد آیلین خانم دارم بحث میکنم. آی امیدوارم همین باشه. خواهش میکنم همین باشه. همینه. اما نه، انگار یه اتفاق دیگه ای افتاده. من هیچ وقت اینا رو اینجوری ندیده بودم. آره، آتیششون خیلی تنده، جر و بحثشون هم بالا گرفته. حرکات امره، یعنی چی دیگه نمیتونیم با هم کار کنیم؟ خب نه، تا جایی که من میدونم پنجاتی ها به طور منظم انجام میشه. من الان دفتر نیستم، بیرونم، کنترل میکنم بهتون خبر میدم. آقای چنگ، مطمئنم مشکلی نیست، خیالتون راحت باشه. باشه، روزتون بخیر. بیشتر نگاه کن، یکم دیگه نگاه کنیم، شاید تموم شد. فهمیدین؟ فهمیدین چی میگن؟ یعنی نه درن خانم، به نظرم شما برین ببینین چیه خبره. آخه مقام شما توی شرکت از همه ما بالاتره. باشه داداش، حلش میکنم، یه فکری میکنم. باشه، مثلا چه فکری میخوای بکنی؟ به چی میخوای فکر کنی؟ آبروی منو بردی، آبروی بابا رو، آژانسو، آبروی همه رو بردی. تا قبل اینکه بابا تو رو بیاره همه چی خیلی خوب بود. من هر کاری کردم به خاطر شرکت بوده. اگه یه روزی تو بری، من تا وقتی بابا برنگرده جایی نمیرم، فهمیدی؟ این شرکت انقدر برای بابام ارزشمنده که به یه آدم دورویی مثل تو نمیسپرمش. داداشون پول لازم داریم، بذار از مامان پول بگیریم، سهامو بفروشیم، در عوضش پول بگیریم. امره برو گمشو، نبینمت. برو امره، امروز نبینمت، باشه؟ برو امره، از اتاقم باره بیرون. الان بهتری؟ من درست متوجه شدم، تو به جان یه دروغایی گفتی اما عمدی این کارو نکردی، اونم ازت جدا شد و تو روت هم نگاه نمیکنه. بله. سنم نمیخوام ناراحتت کنم اما کارت خیلی سخته. میدونم. راستش من جانو میشناسم، بخشیدن تو مرامش نیست.
نه من انتظار ندارم منو ببخشه، فقط میخوام همه چیو براش تعریف کنم. اگه نگام کنه میتونه احساساتمو بفهمه، اما حتی به هم نگاه نمی کنه. آره نگاه نمی کنه، از نجش نگاه نمی کنه. چی کار کنیم؟ میخوای من باش صحبت کنم؟ نه حاکف نمیشه، نمیخوام به خاطر من میونت با جان به هم بخوره. راستش نمیدونم چرا برات تعریف کردم. خب دیگه خداحافظ. سنم نمیدونم چی بگم، واقعا خیلی متاسفم. بابت چایی خیلی ممنونم، خداحافظ. خداحافظ. بابا همه دیدن که اینا اصلاحه داشتن، چرا اینکه بابا نمیکنن با اصلاحه گشتن؟ خودم هم دیدم. چه مافیا اینجا محله است؟ مگه مافیا اینجا؟ چرا باید مافیا حمله کنه به محله ما؟ دوستان یکم آروم باشید، میگم من با سنم حرف زدم، مافیایی در کار نیست. هست، من خودم شنیدم مافیا هست، با گوشای خودم شنیدم، دارن میان تو راه. ای بابا اصلا اگه بیانم میان ما رو میکشن، شما چتون شده؟ ای بابا سه روز محله رو ترک کردیم رفتیم سربازی، قسم میخورم مافیاها محله رو گرفتن. چیکار کنیم؟ دوباره دست به کار بشیم عثمان؟ میگم بیاد ورودی خروجی محله رو ببندیم. مشکلی نیست بابا، به بچه‌ها میگم ورودی خروجی های محله رو ببندن، خیالتون راحت باشه. فکر خوبیه ها احسان. کجاش فکر خوبیه، بدترین فکریه که تو عمرم شنیدم. همچین فکری نیست و نابود بشه. ما خودمون از محلمون محافظت میکنیم، خودمون نقشه میکشیم. آقا احسان تو هم برو برگرد محلتون. چه جور آدمی بده. چی گفت؟ گفت آیسان بقیهشو نشنیدم. همون بهتر که نشنیدم، اگه میشنیدم قیامت رو پا میکردم. یه چیزی بگم، باید بریم به محبوبه بگیم، چون حسابی شک کرده. آره. نه به هیچ وقت نگی، تو رو خدا نگی. ببین نهاد ناراحتی قلبی داره، سکته میکنه میمیره، نگی. به نظرم فعلا هیچی نگی، ولش کنیم باشه. یه چیزی بهشون نگی، ازشون مخفی کنی. آره آره. آبجی جون خودت تو کل محل پخش کردی ها. فکر کردی خیلی دوست داشتم این خبر پخش کنم. عثمان خان به خاطر سنم یه بلایی سرت میاد، به جای اینکه تشکر کنی از دستم عصبانی میشی. خوبه با اوی بابا، به خاطر سنم قراره سر کی بلایی بیاد ها؟ واسه سنم چی شده؟ عثمان؟ تعریف کن ملی، بگو. یه مافیا افتاده دنبال سنم، آدمای مسلح، طرف عاشق سنم شده، فهمیده که قبلا با عثمان نامزد بوده، الان هم میخوان بیان عثمانو بکشن. همچی چیزی از کجا درآوردین؟ ما تو مغازه باش حرف زدیم، تصویری حرف زدیم، داشت کار میکرد، اگه یکی دنبالش باشه تعقیبش کنه از ما مخفی میکنه. ها این جریان مافیا از کجا در اومده؟ کی از خودش در آورده؟ کار زندگی ندارین دیگه، اینقدر غیبت کردین مغزتون از کار افتاده. تو چرا اینجوری نگاه میکنی وسواسی خانم موهویجی؟ برین خونه هاتون، زود باشین برین. بخشین دیگه پراکنده بشین. یا محبوب جان ما با هم بریم در مغازه خودمون. ای بابا هیچ کس حرف منو گوش نمیکنه، هر کاری میخواد بکنه. من غلطی میگه؟ اینقدر حرف میزنه از خودش انگار. دیدی چه جوری با هم دعوا کردن؟ آقای جان خیلی عصبانی بود، من اولین بارو که اینجوری دیدمش. باشه من باهاتون تماس میگیرم. نه نه اصلا نگران نباشین، اون خبر اشتباهه. بله باشه، به امید دیدار. اوف. چی شده؟ سنم خواهر جون یه بحران خیلی بزرگ تو شرکت به وجود اومده. امره خان و آقای جان با هم دعوا کردن، معلوم شده که امره خان به شرکت یرت رشوه داده. همه طلبکارا نگران شدن، مدام دارن زنگ میزنن. یعنی نمیدونم، از همین الان یکی دوتا از مشتریارم از دست داده. امره خان رشوه داده؟ البته همچین کاری ازش انتظار میرفت، طرف به خاطر شرکت همچین کاری کرده. تازه خیلی ناراحته، به نظرم تقصیر آقای جانه، اومده رو صندلی ریاست نشسته، به حرفای امره خانم گوش نمیکنه، برای همین شرکت به این روز افتاده. چرت و پرت نگو، جان اومده تو اتاقشه؟ نه تو اتاق درن خانومه، دارن با هم دیگه مشورت میکنن. آیی بازم تلفنم زنگ میخوره. الو. باید بگم بعد از اینکه اینجا خالی شد منو نگهبان کنن، هرچند قد و هیکلم یکم کوچیکه این کارو نمیکنن. بعدش هم من یکم ترسوام، از تاریکی میترسم، از دزدا میترسم. اون چایی مال آقای جانه؟ آره برای آقای جانه، همینجوری دارم برای خودم میچرخم، نتونستم بهش بدم. چایی الان سرد. باشه بده من میبرم، تو اینو بگیر. دختر شجاعی به خدا، خیلی جسارت داره، یعنی از کاری که میکنه مطمئنه، میاد کارشو انجام میده و میره، خیلی مطمئنه، خیلی شجاعه. آفرین زنم. Thank you.
من شنیدم چه اتفاقی افتاده، خیلی ناراحت شدم. میدونم دوست نداری کسی به این سنگا دست بزنه، اما وقتی دیدم افتادم رو زمین دلم نیومد. خیلی ممنون، اتاق مرتب کردی، میتونی بری. بله بله، من بهتون زنگ میزنم. جی جی. بله. وای بچه ها، خبرها رو دیدیم؟ بیچاره شدیم، به خدا بدبخت شدیم. اسمی از امریکا برده نشده، اما جریان رشوه دادن شرکت ایده فوق‌العاده تیتر اصلی همه خبرها شده، همه جا پخش شده. فضای مجازی هم پخش شده. ببینید چند تا از مشتریامو بهمون اخطار دادن درن خانم، حالا چیکار باید بکنیم؟ بدبخت شدیم به خدا. ایده‌ای داری؟ خیلی خوب، شرکت‌های رقیب برای اینکه بتونن مشتریای ما رو بگیرن یه شایعه پخش کردن که شرکت ایده فوق‌العاده ورشکسته شده. خب داریم ورشکسته میشیم دیگه. خدایا چرا داریم ما ورشکسته میشیم آخه؟ الان برای هول شدن خیلی سوده. گلی تو به مسئول رسانه شرکت خبر بده فوراً مصاحبه میکنیم. خب فوراً درن خانم، شرکت لکس فوراً درخواست تشکیل جلسه داده. من هرچی زنگ میزنم نمیتونم آقای فابیو حرف بزنم. حمیده خانم هم در دسترس نیست. آیدو هم پروژهاشو متوقف کرده. تبلیغ مایه لباس روی هم کنسل شد. درن خانم این دومین شرکت بزرگیه که تو این 10 دقیقه اخیر از دست داده. ای وای، درن خانم طلبکارا مرتب دارن زنگ میزنن، اصلا نمیدونم باید چی بهشون بگم. جان چی شده؟ ما داریم ورشکسته میشیم، چون داریم همه مشتریامون رو از دست میدیم جان. بعد از این هر مشتری زنگ زد وصلش کن اتاق من، تا 5 دقیقه دیگه تو اتاق من باشی. درن خانوم، چی شده؟ درن خانوم، یکی دوتا از طلبکارا اومدن دم در، سراغ امره خانو میگیرن، چی کار کنم؟ باشه، این کارو میکنیم، درا رو قفل کنیم، اصلا نگران نباشین. گوشیاتون رو بذارین رو زمین، اخبارم بیارشون. خب باشه، تو اتاق جلسه، جلسه حل بحران تشکیل میدیم. من قبلش با آقای جون حرف میزنم و میام. درن خانوم، بفرمایید. من چیکار میتونم بکنم؟ اگه بیشتر از این ذهنی جونو مشغول نکنی کافیه سنم. چون الان باید بتونه درست فکر کنه سنم جون. فهمیدی؟ بفرمایید. خیلی ممنونم. منم ممنونم. محبوبه از اینجا پول خورد برمیارم. باشه باشه عزیزم، بردار. الان تقدیم میکنم. بفرمایید. روزتون بخیر. روز بخیر، بازم تشریف بیارین. کافیه محبوبه، خسته شدی، ولش کن استراحت کن. باشه. مامان جون، بابا جون، کشش نمیدم، مستقیم میرم سر اصل مطلب. یه مافیا محلمون رو تهدید کرده، هر چقدرم شما بخواین اینو بی اهمیت نشون بدین و هر چقدرم از این آدمای غریبه با قیافه‌های عجیب غریب و هیکل عضلانی و پولدار و موبلند و ریشدار و گردنبنددار، بیشتر از این مشخصات نمیدم، بیان محلمون، نظم محلمون رو به هم می‌ریزن. ما چیکار کنیم؟ بهش بگیم نیاد تو محلمون؟ آی گل گفتی، آره بگی نیاد. رو سردر محلمون با خط بزرگ می‌نویسیم غریبه‌ها نمی‌تونن وارد شن. اگه لازم باشه پول میدیم، محافظ می‌گیریم تا ازمون محافظت کنن. اگه به اختیار من باشه، هم از شما محافظت می‌کنم، هم از محلمون. مظفر پسرم، ببین از آدمای آشنا هیچ ضرری نمی‌رسه. اینطوری نیست بابا جون، زمون عوض شده، اما من جانب احتیاط رعایت کردم دیگه، تجهیزات کامل داریم. ببین بفرمایید. شوک الکتریکی. ای بابا اینجوری نکن پسرم. عجبا، الان یه کاری دستمون میدیا. ببین باز داره روشن میکنه پسرم، یه کاری دستمون میدیا. نکن. نه نه نه، ترسید پسرم. این باتری داره الکتریکیه مزفر. اینجا ببین یه دکتر داره وقتی میزنی کشش کنار، الان هممون رو برم میگیره. این برای محافظت از خودمون رو ترسوندن دشمنه. با الکتروشوک آشنا شدیم. خب بعدی چیه؟ اسپری فلفل. نه نه ترسین، اینو به سر و صورت طرف میزنیم، بعدش ببینیم میاد اینجا دوباره یا نه. یه از دست در میره، یهو میزنی به سر و صورت ما. وایسا، هنوز تموم نشده، دستبندم هست. اشتباه برداشت نکنی، برای امنیته. خدایا از دست تو، این کارا چی آخه میکنی تو؟ و همینطور اتر دیگه کافیه، بازش میکنیم. بازش نکن پسرم. ای بابا مزفر، الان هممون تو مغازه بیهوش میشیم، ما 3 روز دیگه پیدامون میکنن. باشه باشه، درسته یکم جفتگیر شدم، اما محلمون در خطره.
محبوبه تو رو خدا اینو ببر بیرون زود باش. یه چیزی بهش بگو. یه کاری بکن. مظفر. پسرم. شیر پسرم. شیر پسر خودمی. آره مگه تو محلمون چند تا شیر پسر مثل تو داری؟ آرش میکنم این چه حرفیه؟ عزیز دلمی تو. ببین انگار خیلی سریال نگاه میکنی. آره عزیزم چه میدونم مافیا سنمو تعقیب کرده و از این حرفا، همچین چیزی هم نیست. خیالت راحت باشه، زود باش برو خونه. مامان جون دنیا پر از اتفاقات غیر منتظره است. آی مظفر پسرم هنوز داری اینو میزنی؟ باشه برو از محلمون محافظت کن. زود باش. خدا کنه که بلایی سرمون نیاد. خدا کنه. توکل به خدا برو. آره از این میترسیم. الکتروشوک پسر، از چی میترسیم؟ میگن قرار مافیا بیاد، نباید آماده باشیم؟ اگه اینو حساب نکنیم محله آروم شده محبوبه. بیا بیا بشین. بیا 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 اینجا. بیا روز بخیر. دنبال سنم خانوم میگردم. سنم؟ آه سنم دختر ماست، اما اینجا نیست، سر کاره. آه نکنه شما از طرف آقای جان اومدین؟ آقای جان کیه؟ بگذاریم، روزتون بخیر. محبوبه باید سری پول جور کنیم درم. اول باید بدهی همونو بدیم. هیچ بانکی به همون وام نمیده جان. داریم یکی یکی مشتریامونو از دست میدیم. چی کار کنیم؟ بهتر نیست زنگ بزنی به بابا؟ نه درم، به هیچ وجه نمیشه. بابام نباید بفهمه اصلا. خدای نکرده سکته میکنه. تا صبح یه رای پیدا میکنیم. اما تا صبح خیلی دیره جان. طلبکارا اومدن جلو در. فکر کنم بهتره با امره حرف بزنم. درم میدونم عصبانی میشه، اما امره هم 10% سهم داره. خب از لحاظ قانونی اونم حق داره نظر بده. در مقابل من هیچ حقی نداره، فهمیدی؟ این موضوع دیگه تمومش کنی. باشه جان تمومش کنیم. چی کار کنم؟ لااقل برم مشتریایی که از دست دادیم و برگردونم. حمیده خانومه شما جواب ندادیم به من زنگ زده. بله خاله حمیده. خوبم خوبم، خیلی ممنونم. بله یه همچین بحرانی پیش اومده، داریم سعی میکنیم حلش کنیم. داریم مشتریامون رو از دست میدیم. کلی شایعه در موردمون پخش شده، گفتن داریم ورشکست میشیم از این حرف. خیلی خیلی ممنونم، به خاطر حمایتتون ممنون. کاش حمایت شما برای نجات ما کافی بود. یه جوری اوضاع رو درست میکنیم، نگران نباشیم. نه اینجاست، اینجاست، نرفته، هنوز کار میکنه. بله خیلی خوب. باشه باشه خاله حمیده، تو رو خدا باز شروع نکن. باشه دیگه باشه. نه با سنم نشد، نمیشه و نخواهدم شد. باشه بعدن حرف میزنیم خاله حمیده. باشه چشم، فعلا خداحافظ. میشه تلفنمو بدی؟